سال 165. با هم بخونیم. دو موج عرضی با معادلات U1 مساوی با 5 سینوس 10 تی منهای 2X و U2 مساوی با 8 سینوس 200 تی منهای K2X در SI هر دو در یک محیط منتشر می شوند. طول موج امواج ناشی از منبع موج دوم چند متر است؟ ببینید دوستان، وقتی که ما یک تابع موج داریم، یعنی یک منبع اطلاعاتی داریم، خیلی چیزا میتونیم ازش بفهمیم. مثلا دامنه موج رو میتونیم تشخیص بدیم، اومگا رو میتونیم تشخیص بدیم، کا و عدد موج رو هم میتونیم تشخیص بدیم. کا ضریب ایکس بود. الان اگر نگاه کنید، کا در اینجا دو هست و در اینجا کا دو که مجهول ما هستش. دیگه چی گفته سوال؟ گفته هر دو در یک محیط در حال انتشارن. وقتی در یک محیط در حال انتشار باشن، معنا و مفهومش اینه که سرعت‌های انتشار این امواج با هم دیگه برابر هست. من همین رو به عنوان کلید حل تست میخوام در نظر بگیرم. دیگه چی میتونم بگم؟ ببینید بچه ها، اومگا رو ما داریم و هممون میدونیم که در تابع موج کا برابر است با اومگا تقسیم بر وی. پس تو میتونی بگی وی مساوی است با اومگا تقسیم بر کا. حالا اگر وی یک رو مساوی وی دو قرار بدم، یعنی اومگای یک تقسیم بر کا یک برابر است با اومگای دو تقسیم بر کا دو. و حالا اگر من عددها رو جاگذاری کنم، اومگای یک من برابر با ده است، تقسیم بر کا یک من برابر است با دو، مساوی است با خط کسری، اومگا دو برابر است با دویست تقسیم بر کا دو که میخوایم مقدارش رو چیکار کنیم به دست بیاریم. ببینیم مقدارش برابر با چند میشه. یه طرف این وسطن ساده انجام بدیم، کای دو برابر میشه با چهل. حالا شما کادو رو دارید، میخوای طول موج رو به دست بیاری، مگه کا فرمولش برابر با دو پی بر روی لاندا نبود؟ پس شما به راحتی میتونی بگی لاندا دو مساویس با دو پی تقسیم بر چهل. ساده شده این عبارت میشه پی بیستم و گزینه درست گزینه شماره دو میشه. پس بدون هیچ حرف و حدیثی به راحتی از اطلاعات خود سوال استفاده کنید برای حل سوال. اما یادتون باشه هر جا گفت محیط یکسانه، معنیش اینه که هر دو دارن با یک سرعت حرکت میکنن.